شایان سمی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، با مستای سمی خوش آمدید. بسیاری بر این باورند که این حمله بی سابقه ای اسرائیل در چنین وسعتی به چراغ سبز آمریکا هم احتمالاً نیاز داشته. فکر می‌کنید این حمله با هماهنگی آمریکا صورت گرفته و آمریکا تا چه مرحله از جنگ اگر جلو برود همچنان به حمایت خودش از اسرائیل ادامه میده؟ شما بانوها نگرامی و مردم عزیز ایران، این 100% با هماهنگی امریکا بوده. برای اینکه بیایم تعارف رو کنار بگذاریم، این بمب‌هایی که استفاده شده بمب‌های 2000 پوندی بوده. اینها هم فقط در ایالات متحده درست میشن. امریکا اینها رو داده. امریکا همونجوری که جناب علی هم در گزارش‌ها فرمودید، وزیر دفاع ایالات متحده اعلام کرده که من با همتای اسرائیلی خودم دو بار صحبت کردم و در مورد حق دفاع اسرائیل از خودش تاکید کردم. پس دیگه شک و شبهه‌ای برای ما باقی نخواهد گذاشت که ایالات متحده نه فقط این رو باور داشته که اینها این کار رو خواهند کرد، بلکه میدونسته که از تسلیحاتی که ایالات متحده در اختیارشون قرار داده قراره که استفاده بشه. اگر امریکا میخواست که این اتفاق نیفته، میتونست بگه که از تسلیحاتی که ما دادیم شما حق استفاده در این راستا ندارید. ولی همون جوری که در گزارش ها هم ما دیدیم، رئیس جمهور ایالات متحده آقای بایدن گفته که کشتن حسن نصرالله در راستای اجرای عدالت بوده. وقتی ایشون از این عبارت استفاده داره میکنه، داره در حقیقت میگه که ما پشتیبان این گونه اجرای عدالت در برابر تروریست هایی که سالیان سال نه فقط مردم لبنان رو و نه فقط مردم سوریه رو، بلکه کل منطقه خاورمیانه رو در سلطه اهریمنانه خودشون گرفته بودن میدونیم. و به نظر من این یک هماهنگی کامل و تمام عیار با ایالات متحده بوده. آیه سمی، بپردازیم به اون سوی ماجرا. فکر میکنیم واکنش جمهوری اسلامی به ضربات اسرائیل به حزب الله چی باشه؟ نکته جالبی رو اشاره میفرمایید بانو. برای اینکه ببینید جمهوری اسلامی، بیایم یه ذره برگردیم به عقب. جمهوری اسلامی در تاریخ خودش نشون داده که اونجایی که همه چیز برش سخت گرفته میشه، یا یک نرمش قهرمانانه رو آغاز میکنه یا یک جام زهری رو مینوشه. ما الان بیایم یک دور دیگه مرور بکنیم. جمهوری اسلامی در ظرف همین 6 ماه گذشته، اسرائیل ما دیدیم به اصطلاح دانشمندان هسته‌ای جمهوری اسلامی را حذف کرده و وارد فضای نظامی و فضای هوایی جمهوری اسلامی شده. اونجا سیستم دفاع موشکی جمهوری اسلامی رو مورد حمله قرار داده. قبل از اون پهپاد بالای مناطق نظامی اصفهان وارد کرده، اونجا رو مورد حمله قرار داده. بعد هم فخری زاده رو ترور کرده. بعد هم حتی دیگه اسماعیل هنیه رو هم که در شدیدترین تدابیر امنیتی قرار داشته، اون رو هم از بین بردن. جمهوری اسلامی راهکار حمله متقابلی نداره. چرا؟ چون در حال حاضر حزب الله هم ازش چیزی که باقی مانده، به قول برخی منابع که 1-2 آبدارچی و تقریبا 10-12 هم افراد نفوذی اسرائیل براشون باقی موندن. پس در حقیقت جمهوری اسلامی راهکار بهتری نداره. من فکر میکنم جمهوری اسلامی در چند روز آینده حداقل این ژست سیاسی رو خواهند گرفت که بخوان نشون بدن ما همچین کاری میکنیم، ما این کار رو میکنیم، ما اون کار رو میکنیم، ولی بعد میان میگن ما از تدابیر استراتژیک داریم استفاده میکنیم. چون چه راهکاری براشون مونده؟ آیا میخوان موشک پراکنی بکنن به اسرائیل؟ اون کار کردن، نتیجه 0 گرفتن. آیا میخوان به نیروهای نیابتی کمک بکنن؟ نیروهای نیابتیشون هم که همشون از بین رفتن. پس دیگه راهکاری به نظر من باقی نمونده. جمهوری اسلامی میدونه که اگر یک قدم جلوتر بگذاره، اسرائیل رو مجاب میکنه به اون کاری که همه ما میدونیم آخر عاقبت خوشی برای جمهوری اسلامی نخواهد داشت. آقای سمی، اسرائیل از نظم نوین گفته. شما فکر میکنین اساساً این تغییرات و این احتمالاً نظم نوین چه تأثیری بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی در بلند مدت خواهد گذاشت؟ ببینید، سیاست خارجی جمهوری اسلامی فقط یک سیاست کجدار و مریض بوده تا الان.
جمهوری اسلامی فقط کوشش کرده که از این چیزی که هست بدتر نشه. اگر نه، روی کار آمدن آدمی مثل پزشکیان که حتی آب خوردنش هم منوط به اجازه آقای خامنه ای هست، یا ورود مجدد ظریف در یک جایگاه دیگری برای اینکه بیان و به فرض در نیویورک و در جاهای مختلف دنیا با خبرنگاران صحبت بکنن و دروغ پردازی های جمهوری اسلامی رو پیش ببرن، کار دیگری نیست. این سیاست نوینی که اسرائیل داره ازش یاد میکنه این هست که اسرائیل دیگه اون توانمندی و اون نیازمندی به خیشتنداری رو از دست داده. چرا؟ چون در ایالات متحده انتخاباتی در پیش رو هست و هر دو تا حزب کوشش خواهند کرد که وارد این مقوله و درگیر تقبیح یا سرزنش اسرائیل نشن. چرا؟ چون میدونن که اون گروه رای دهندهی که بهشون نیاز دارن این مسئله رو بسیار به شدت دنبال میکنن. از طرف دیگر هم میدونن که در حال حاضر در کشورهای اروپایی هم که همپیمانان امریکا هستند، اونها هم هیچ علاقمندی خاصی به جلوگیری یا حداقل روی صحنه ایراد گرفتن از دولت نتانیاهو و دولت اسرائیل ندارند. پس دولت اسرائیل در این موقعیتی خودش رو میبینه که حداقل یک بازه زمانی 2 ماهه تا 2 ماه و نیمه داره که اون چه که فکر میکنه در راستای از بین بردن نیروهای نیابتی و نیروهای خصمانه که این همه سال در راستای نگهداری اونها دولت‌های مختلف کوشش کردن اقدام بکنه و میدونه که دولت‌های بزرگ دنیا هم بهش فشاری وارد نخواهند کرد. پس من فکر میکنم که جمهوری اسلامی راهکار جدیدی برای این رفتار نوین نخواهد. متشکرم از توضیحاتتون شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا.